امروز صحبتی کوتاه خواهم داشت با یکی از پهلوان نامدار کشور محمد شریف سلیمانوف که مهمانی تلویزیونی ورزش شدند و بسیار خوش آمدید به شما میگویم. بیش از این معرفیشان رو نمیکنیم چون همگان میشناسند و از دستاوردها و بردباری های موفقیت های این نفر آگاهی دارند. و صحبت ما چون صحبت بسیار کوتاه و خبری هست، بیاید از همین چیز آغاز کنیم که عموما امروز در مرکز توجه دولت حکومت جمهوری تاجیکستان آماوی گردانی ورزش، طرز حیات سالم ترغیب می شود و شما که حیات و فعالیت خودتان را به ورزش پیوند داده اید، این موضوع را چگونه بیان می کنید؟ ورزش به شما چی داد؟ ورزش به عامه و جامعه تاجیکستان چی خواهد داد؟ تشکر. اگر در مسئله آماوی گردانیدن ورزش و طرز حیات سالم اگر سخن رانیم، برای ورزش برای عمومی ورزش عمومی تمام من امروز شرایط ها مایا شده است. در دوره استقلالات به خاطری که من اینقدر تالار ها، اینقدر میدان های ورزش، میدان های خردی ورزشی در تمام شهر دیهات ها ساخته شدن و فقط خواهش، میل و رغبت خوب تمام جوان های کلانسور های کسی نباشد باید به ورزش شغل داشته باشد، چون که ورزش سلامتی ملت است و از ورزش کردن هیچ ضرری نمیشد. باید پگاهی کلانسوران خیسته حرکت کنند که خونشون در گردش بیاد و برای سلامتی خودشون. و امروز شرایط ها بسیار، من باز چند بار دیگر تکرار کردم میگویم که یگان رایان ناهی ها یا اینگی دیهات های نیست که میدانچه های ورزشی نباشه در جا مرمت تمرین کنن و برای سلامتی خودشون حرکت کردن در کار. اگر بید کوتاه که پاسخ ورزش به شما چی داد؟ شما که عمرتون رو به ورزش پیوند دادید؟ ورزش من اگر از ورزش کلان گیرم، ورزش کسبی که ما طولی چند سال سرمربی تیم منتخب جمهوری در رشته گوشتی نیستم بودیم، ورزش برای ما امینه داد که قریب نیمی جوان رو گشتیم، من خودم و ورزشگران، و این قدر طولی سالها در این قدر مسابقه های بین المللی شرکت ورزیم، دولت ملت رو معرفی کردیم، پرچم جمهوری عزیزم رو در طول این قدر سالی کاری من قریب از 900 قریب تا 1000 مراتبه در زینه های یعنی یکم و دویم سیم برداشتیم، چی در بین جوانان، چی در کلان سالان، چی در بین دختران، سرکرده از مسابقه های جام جهان و مسابقه های آسیایی و جهانی. در این قدر سال این قدر احترام و تمام مردم تاجیکستان قریب نیمش میشناسن، احترام میکنن و این قدر شاگرد زیاد ما در عرصه میدان ورزشی در عرصه در گوشتین های سامبو و زودا و میلی براوردیم که این حساب ندارن، چندین هزار نفر. شما که یکی از پهلوانی نامدار چی در گذشته و چی در حال حاضر هستید، چون حالا هم فعال هستید و شاگردانی خوبی رو هم آماده کردید و تا سطح جهانی براورده اید، بخصوص اخیران شما در رشته سمبو بسیار به موفقیت های خوب نایل گشتید، هم دست پرورانتان و هم خودتان، شما وضع امروزی مثلا رشته سمبو رو چگونه ارزیابی میکنید؟ تشکر. امروز در دوره استقلالات ببینید که چقدر شرایط ها باز خوبتر شده است برای تمرین و برای سفرهای مسابقه های بین المللی و شرایط ها خوبتر شدند. فقط دقت دادن در کار برای دسته منتخب که سفرهای بیرون از دولت، مشق های دسته جمعی در دیگر شهرها و دیگر دولت ها کردن در کار که آمادگی برای چمپیونات های جهان و دیگر مسابقه ها، چون که به یک تمرینی که در جمهوری تاجیکستان میکنند به این یک تمرین و پیشروی نمیشد. مشق های دسته جمعی با ورزشکاران بهترین روسیه، قزاقستان، دولت های همسایه ازبکستان و مشق های دسته جمعی و هم همه دیگر زبار میگن، یعنی یک جای دسته را گرفته یکان جا سفر کردن مشق دادن در کار پیشروی میشد. عمر پربرکت رو گذرانده ایستادید و با اشتراک خود در مسابقه های بین المللی در سایر نقاط جهان تا جایی نم تا در اروپا و در آسیا اشتراک کردید و تجربه بسیار غنی هم در اختیارتان دارید. بسیار میخواستم توصیه شما را به آنهایی که نو پایشان را یا قدم هایشان را به میدان های نبردی
گوشتینی به خصوص چون شما در همین رشته موفق گردید میگذران چی توصیه های میدید که مثلا نه پا گذاشتن و با آنها چی توصیه دارید تا در آینده موفق گردند و مثل شما در عرصه بین‌المللی برای کشورشان افتخار آفرین باشند بله مو با همین سینی سالم نگاه نکرده در بین بسیاری ورزش ها و بسا با سینی سالم چمپیونات های جهان میشد با همین سینی سال نگاه نکرده از سال 90 طرف دوره استقلالات چندین چمپیونات های جهان بین استادان شرکت ورزیم و شکر خداوند که 3-4 مرتبه چمپیون جهان شدیم و از جوانان هم خوشمند هستم که فقط جدی رفتار کردن در کار میر و محبت در تمام هنر اگر میر و محبت نباشد و دقت پدر و مادر اساسا چون که جوان در وقت جوانیش نورشش اینقدر حس نمیکند نه حسی ملی شا حس میکند و نه راه حیاتی پیش آمدی زندگی شا اینا را حس نمیکند راهبری فرزند پدر و مادر است که به کدام راهی خوب و یا را راهبری مینن هدایت میکنند خواهانیانم که جوانان ما نامبردار ملت باشند در کدام ساحه نباشند دختر است من مهندس است ورزشگر است فقط به پیش خیلی که پریزیدنتی عزیزمون میگه تایستان به پیش جوانان ما تایستان به پیش خب در آستانه یک سال جشن تاریخی 30 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان قرار داریم و بسیار میخواستم نظر شما رو بدونم که شما هم در زمان شوروی برآمدهایی در عرصه بین المللی داشتید و در زمان استقلال هم استقلال به شما همچون ورزشگر چی داد؟ ببینید در دوره صاحب استقلالی تمام دسته های ما اگر از ورزش فقط سخن کنیم تمام دسته های منتخبی که در نمودهای ورزش هستند از فرودگاه تاجیکستان از پایتخت سفر میکنند به تمام دولت های دنیا با پرچم خود، با سرود ملی خود، با دسته منتخبی خود ولی در دوره شوروی این نبود در دوره صاحب استقلالی با دستگیری من پیشوای ملت پریزیدنت مملکت اینقدر پیشروی ها و اینقدر دستاورد داشتن ما شکر میگیم و جوانان ما کمر همت برند برای تمام رشد و نمو جمهوری اسلامی در تمام ساحه ها در ورزش هم و در دیگر نمودش هم و تمام خلق تاجیکستان رو به این ایدی در پیش ساده که 30 سالگی استقلال داده در 30 ساله هم یک جوانی 30 ساله وقتی غرور و بقوتی جوانی انسان میشد 30 سالی من سلام را به تمام مردمی تاجیکستان علال خصوص به ورزشگرانی که من ما را در آینده این الگون دیده ایستادن کوشش و غیرت کنند که پرچم جمهوری عزیزم را در چمپیونات های جهان در بازی های المپی بلند بردارند و معرفگری ملت باشند و آبرو افتخاری ما باشند ما اگر ویا پیروز شوند و پرچم را بردارند فخر مینیم و خرسند میگیم تمام مردم را به این ایده در این پیش داده مبارک بود میگم سربلند و پیروز و موفق باشند